با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، من پیروز زورچنگ در برنامه امروز در تلاش خواهم بود گزارشی را از برگزاری کنگره 23 سازمان راه کارگر خدمت شما عزیزان ارائه دهم. در این ارتباط از رفقای عزیزم نسرین ابراهیمی و مجید دارابیگی از جمله شرکت کنندگان در این کنگره دعوت شده است تا به جوانب مختلف برگزاری این کنگره بپردازیم. ضمن خوش آمدگویی به این دو عزیز، از رفیقمون مجید دارابیگی دعوت میکنم به جوانب مختلف برگزاری این کنگره به هر شکلی که خودشون لازم میدونن و مناسب میدونن بپردازن. من میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. با درود گرم بر شما و بینندگان تلویزیون برابری، کنگره سازمان راه کارگر به مدت 3 روز برگزار شد. پیش از برگزاری کنگره 23 گزارش ارگانهای سازمان و نهادهای وابسته در مجامع عمومی بررسی شد و در 5 تم اصلی کنگره به بحث و گفتگو پرداخت. شماری از رفقا در نشست کنگره در سالن برگزاری حضور داشتند و شماری از طریق پالتاک در جریان گفتگوها و بحثها مشارکت نمودند. تمهای اصلی که در کنگره مطرح شد عبارت بود از بررسی سیاست ائتلافی سازمان، بررسی سند سیاسی که از پیش تهیه شده بود، گزارشی بررسی سند برنامه‌ای که توسط کمیسیون اصلاح برنامه تهیه شده بود و بحث درباره اصلاح سبک کار و در پایان انتخاب کمیته مرکزی. متشکرم برای شروع با قول من گزارشمون. بعد مطمئنم میپردازیم به موارد مشخصی در ارتباط با تم هایی که در اونجا انجام گرفته. حالا من میکو در اختیار رفیقمون نسرین ابراهیمی قرار میدم که ایشون هم با شما سلام علیکی داشته باشم و همین که احیانا هر چیزی رو که در ارتباط با هر بخشی که مربوط به ایشون بوده و ایشون بخوان گزارششون رو به سال ارائه بدن در خدمتشون هست. منم سلام و درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون برابری. در این کنگره یک محورهایی از گزارش سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی این محورها قرار بر این شد که یک کمیسیون تشکیل بشه و این کمیسیون بره روی این محورها و روی اون گزارشی که به حساب محورهاش نوشته شده بحث بکنه و با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت تمام اون نکات مورد بحث در اون گزارش بیاره و دوباره مورد بحث و بررسی مجدد قرار بگیره. یکی از محورها جنبش دیماه بود که در واقع این یکی از بزرگترین خیزش‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. خب توی این گزارش یک مؤلفه‌ها یک گوناگونی که در واقع به همراه با فاکتورهای متفاوت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این خیزش رقم زده مورد بررسی قرار گرفته. وضعیت اقتصادی، بیکاری، گرانی، ورشکستگی بانک ها، زلزله‌ای که اومده، تمام اینا رو مورد بررسی قرار داده شده و همچنین اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات، به خصوص تظاهرات های کارگری و اعتصابات کارگری، اینها همه پیش زمینه ای بوده که بلافاصله که بعد از اون مانند یک کوه آتشفشانی که از درون میجوشید به انفجار منجر شد، به انفجار دیماه منجر شد. تو این گزارش تلاش شده که به روی ماهیت نیروها، به مطالباتشون، به شعارهایی که دادن متمرکز بشه.
همچنین گفته شده که در واقع این جمهوری اسلامی در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حساب عظیمی دست پا میزنه و توانایی پاسخگویی به این خواستهای مردم نداره، توده‌ها رو نداره. علاوه بر اون به این من مختصر میگم به این اشاره شده که در این هر سرنوشت این جنبش دیما هر گونه که با بخوایم اون رقم بزنیم، ولی در واقع سه تا دستاورد داشته. یعنی یکی این که کل نظام جمهوری اسلامی زیر سوال برد، از علاوه بر اون ارگان‌های مذهبی و شاید تا حدودی بگیم مذهب حکومت مذهبی زیر سوال برد و دیگه از اصلاح طلبان عبور کرد. اینا از دستاوردهایی که ماندگاره و بر این اساس این ما میتونیم این مورد بررسی و بحث و بررسی قرار بدیم. مسئله دیگری که مورد بررسی قرار گرفت جنبش کارگری بود که این جنبش واقعیت اینه که با گام‌های بلندی، یعنی پا به پای جنبش خیزش توده‌ای به پیش اومده و با گام‌های بلندی داره به پیش میره، شاید وارد یک فاز جدیدی جنبش کارگری داره میشه و اعتصابات، اعتراضات افزایش پیدا کرده و هرچند که اعتصابات و یا اعتراضات کارگری شاید جنبه بیشتر مواقع به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران می باشه، یعنی حقوق معوقه می باشه، ولی زمینه های زیادی وجود داره که در واقع این جنبش به پیش بره و خیلی تاکید باید بشه روی ایجاد تشکل های کارگری، تشکل سراسری و پیش زمینه های واقعیت اینه که پیش زمینه های این تشکل سراسری وجود داشته و داره و بیشک زمینه ها هم براش آماده هست، زمینه ها برای این ایجاد سازمان های و تشکل های مستقل و سراسری کارگری. نکته دیگری که در گزارش و جزء یکی از محورهای گزارش سیاسی هست و بر روی اون هم بحث شد، مسئله برجام و خروج آمریکا از برجام که در واقع خب آمریکا و متحدینش در منطقه عربستان سعودی، اسرائیل و ترکیه، بخشان ترکیه، از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه اینها خوشنود نیستند و واقعیت اینه که اهداف استراتژیک آمریکا برای تجدید آرایش منطقه اینا با توسعه طلبی جمهوری اسلامی همخوانی نداره و آمریکا در واقع امپریالیسم آمریکا تمامی کارت‌ها رو بر روی میز داره، یعنی از رژیم چینج بگیریم، از تغییر رژیم تا اینکه رژیم در واقع تابع خودش بکنه، رام بکنه و یعنی از یک سو با تحریمی که با تنگ با بیرون آمدن از برجام و تحریم گسترده‌ای که همین در چند ماه آینده شروع خواهد شد، در واقع گلوی رژیم داره میفشاره و میخواد یه کاری بکنه که رژیم در واقع به خواستهای جمهوری اسلامی تن بده، رژیم رام بشه و این یکی از محتملترین شاید مسائلی باشه که ما ممکنه که در پیش رو داشته باشیم و از یک طرف دیگه هم خب این شمشیر رژیم، تغییر رژیم را هم مانند یک شمشیر داموکلوسی بر روی سر جمهوری اسلامی بلند کرده و تمام این کارتا را بر روی میز داره و در این زمین هم خب دو تا میدونیم که سازمان مجاهدین و و سلطنت طلبا پسر شاه سابق را هم اینا را هم به عنوان کارت هایی اینا را هم در واقع در دست تمام کارت ها را در دست داره، بر روی میز داره. و نکته دیگری، مسئله دیگری، این محور دیگری که در گزارش سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مسئله محیط زیست بود، ویرانی محیط زیست بود، مسئله کمبود آب بود
و در واقع یک بحث خیلی گسترده در رابطه با مافیای آب، مافیایی که در واقع چطوری محیط زیست ایران ویران شد و چگونه مسئله آب الان به یکی از حادترین و اصلی ترین مسائل در واقع جنبش بدل شده و شاید بشه گفت علاوه بر شعار نان به حساب باید مسئله آبم اضافه کرد بر روی اون شعارهایی که یعنی یکی از شعارهای اصلی مردم ایرانه، تمام مردم ایران، طبقه کارگر، زحمتکشان و به حساب توده های زحمتکش و تحت ستم. من واقعیت امر اینه که این مسئله که به خصوص در رابطه با محیط زیست شما اشاره کردید و اونجا مورد بحث و بررسی قرار دادید، حقیقتا تو این دوره به یکی از حادترین مسائل جامعه ما بدل شده. احیانا میتونم ازتون این سوالو داشته باشم که این سند مورد تصویب قرار گرفت، یعنی اون به اصطلاح میشه گفت که بازنویسی یا تصویب نهاییش انجام گرفته یا نه، یا همچنان باید مورد بررسی مجددی بین خودتون قرار بگیره؟ آیا اصلاحات انجام گرفته یا پیشنهاد شده وارد شده درش یا نه، یا اصلا اصلاحیه‌ای وجود نداشته؟ تو این مورد هم اگر ممکنه یک اشاره‌ای بکنیم و کی بینندگان عزیز ما، علاقمندگان به پیگیری به اصطلاح مصوبات سازمانی شما، کی میتونن اون سند نهایی رو در اختیار داشته باشن از طریق رسانه‌هاتون و بتونن اون رو مورد بررسی خودشون قرار بدن؟ اینم تقاضام اینه که یک اشاره بهش داشته باشید. بله، خطوط کلی و محورهای اصلی این سند سیاسی مورد تایید تمامی شرکت کنندگان در این کنگره بود و ولی خب یک سری اصلاحاتی و بر روی اون به عمل آمد و کمیسیونی تشکیل شد از یک سری از رفقایی که دست در کار تهیه اون بودن و یا رفقایی که اصلاحاتی داشتن و قراره که این اصلاحات اضافه بشه به این سند سیاسی و بعد از وارد شدن اصلاحات و در چند ممکنه که در چند هفته آینده این سند در ارگان‌های اصلی به حساب رسانه‌ای سازمان راه کارگر از جمله سایت و یا شاید و یا رادیو یا تلویزیون شاید مورد به حساب منعکس بشه. بله، خیلی ممنونم رفیق نسرین ابراهیمی. حالا اگر شاید تو موارد دیگه هم باز به شما برگشتیم. از رفیق مجید دارا بگی، تقاضام بر اینه که بنا به خلاصه‌ای که شما از روز به اصطلاح برنامه‌ای کنگره ارائه دادید به مسئله اصلاحات برنامه‌ای اشاره کردید. خب طبیعتاً بینندگان در جریان هستن که همون جور که سند سیاسی، پیشنویس سند سیاسی در معرض به اصطلاح دید و بررسی بینندگان یا مراجع کنندگان به سایت سازمان راه کارگر منعکس شده بوده در سایت و مورد دید اونها قرار گرفته، از جمله پیشنویسی هم در رابطه با اصلاحات برنامه‌ای انجام گرفته بوده، ظاهرا از طریق یک کمیسیونی که اونجا اشاره شده بهش. خواهشم بر اینی که در این ارتباط هر گونه امکان اطلاعاتی رو دارید که میتونید به بینندگان عزیز ما ارائه بدید لطف کنید. با کمال میل. برنامه سازمان 30 سال پیش از این تهیه شده و این برنامه نسبت به زمان عقبه. ضرورت روز آمد کردن برنامه در کنگره 21 به اتفاق آراء شرکت کنندگان در کنگره رسید و در طی 2 سال گذشته کمیسیون اصلاح برنامه بر روی برنامه کار کرده. تلاش بر این بوده که همه رفقا در این برنامه شرکت کنن.
ما یک سازمانی هستیم چند صدایی. اولین تجربه‌ای که ما از شکست سوسیالیسم داشتیم این است که سازمان تک صدایی محکوم به شکسته و در نتیجه ما تلاش کردیم هر نوع گرایشی، هر نوع صدایی، چه به شکل در واقع فراکسیون، چه به شکل گرایش، چه به شکل فردی اعلام نظر کنه. زمان کافی دادیم. امسال هم با توجه به این که بخش اعظم برنامه تکمیل شده بود، از تصویب نهایی خودداری کردیم و تصویب نهایی را موکول کردیم به یک برش زمانی 6 ماهه تا بار دیگر کمیسیون اصلاح برنامه روی برنامه کار کنه و فرد رفقای عضو سازمان، رفقای هوادار و نزدیک به سازمان و حتی جریان‌های خارج از سازمان، چه از موضع انتقادی وارد بشن، چه از موضع تایید وارد بشن، نسبت به این برنامه اظهار نظر کنن و در واقع یک برنامه جامع و کاملی که در واقع رهنمود سازمانی باشه، راه ما رو روشن کنه، به تصویب برسونه. اون چه که در این برنامه مطرح شد، بیانیه ضد سرمایه داری یا در واقع دادخواست ما علیه سرمایه، به اضافه چشمنداز ما از سوسیالیسم سده 21، اینها مطرح شد، جمع بر روی نکات مختلفی که در برنامه هست، ضرورت اون چه که در برنامه آینده باید بیاد، مبانی برنامه ای که ماها را به هم نزدیک میکنه، ما را به جریان دیانتم، اینها مسائلی بود که در بحث برنامه ای مطرح شد. اما بحث برنامه ای همچنان بازه. یک زمان 6 ماهه تعیین شده تا تمام بخش های برنامه از طریق سایت و رسانه‌های سازمان انتشار پیدا کنه. در کمیسیون بر روی بند اونها گفتگو میشه. رفقایی که آمادگی داشته باشن میتونن در جلسات کمیسیون شرکت کنن، میتونن نوشته بدن، اعم از مثبت یا منفی، انتقاد یا تایید، هیچ مسئله‌ای وجود نداره. و از آنجا که ما تشکیلات چند صدایی هستیم، علاقمند هستیم همه نظرات در برنامه باستا پیدا کنه تا نظر اکثریت و نظر گرایش ها در برنامه هم روشن باشه. به این اعتبار در واقع کنگره بحث بسیار جالب، روشن و درخشانی را بر روی این بحث انجام داد که به نظر من راهنمودی است برای همه رفقایی که علاقه‌مندند و هم راهنمودی است برای رفقای کمیسیون که به کار خودشون ادامه بدن. البته کمیسیون تجدید سازمان یافت، اما این کمیسیون با تعداد کافی در 6 ماه آینده به فعالیت خودش ادامه میده و اون چرا که دستاورد کمیسیون باشه مرتبا از طریق مجامع عمومی سازمان و به اطلاع همه رفقا میرسه و از طریق رسانه‌های سازمان به اطلاع عموم رفقا از همه سازمان ها و جریان ها، از چپ تا راست، از سوسیالیست تا دموکرات، میتونن نسبت به برنامه اظهار نظر کنند. خیلی ممنونم از توضیحاتی که در این ارتباط ارائه دادید. واقعیت امر اینه که یک سازمان مسئول، یک سازمانی که پیگیر حوادث به طور منظم اگر باشد، نمیتونه بدون نگاه، بدون توجه به حوادث پیش آمده یا حوادث جاری یا فرض کنید تغییراتی در سطح حتی برنامه، تغییراتی که میتونه در سطح برنامه‌ای هم باشه، بی توجه باشه. شما اونجوری که اشاره کردید، برنامه 30 سال گذشته شما امروز
مورد تغییر قرار میگیره یا مورد اصلاحاتی قرار میگیره، این ناشی از همون نگاه مسئولانه به قضیه است و عدم دوگم بودن در آن چیزی که در 30 سال گذشته شاید مورد تصویب قرار گرفته. البته باز همون جوری که آخر گفتهاتون اشاره کردید، این ممکنه مورد نقد و بعضی از جریانات، افراد، هر نیروی قرار بگیره که این در جای خودش میتونه خیلی مثبت باشه. طبیعتاً برای به اون به اصطلاح دلایلی که شما به این نتیجه رسیدید که سازمان شما این اصلاحات رو روی برنامه شما انجام بگیره، طبیعتاً در مقابل و یا در نگاه به این نقدهایی که انجام شاید نقدهای احتمالی که انجام بگیره، طبیعتاً پاسخی هم خواهید داشت. خب طبیعتاً هم که همه بینندگان میدونن دوگم که نیستیم و آیه الهی هم نیستش که هیچ برنامه‌ای نمیتونه به قول معروف به طور ثابت باشه، چرا که دنیا در تغییر، حوادث در تغییر، همونجوری که سیاست‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و خود حتی ایران اون شرایط و اون سطحی رو نداره یا در اون موقعیتی نیستش که فرض کنید 20 سال پیش بوده، 30 سال پیش بوده. بسیار ممنونم در این تا اینجای برنامه. در ارتباط اشاره فکر میکنم که در ارتباط با ساختار تشکیلاتی، آیا من اشتباه نمیکنم یه چنین چیزی رو اشاره کردید؟ این در ارتباط احیانا میتونید موردی رو گزارش کوتاهی رو ارائه بدید، حالا هر کدوم از رفقا که مایلن. من در ارتباط با این ساختار کیفرخواست بگم. بله بله، خواهش میکنم. در رابطه با برنامه‌ای که به حساب پیشنویس برنامه که نوشته شده، من بیشتر اون قسمت کیفرخواست علیه سرمایه داری به نظر من بروز شده، یعنی این خیلی لازم بود که این کیفرخواست بروز بشه. این سرمایه داری قرن 21 در واقع نئولیبرالیسم، تاکید بر روی نئولیبرالیسم، تاکید بر روی بحران، این بحران ساختاری جدیده سرمایه، تاکید بر روی بحران مالی و مسئله مالی و در واقع این الان سفت بازی، این به حساب مسئله مالی و این به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که در قرن 21 در سرمایه داری قرن 21 الان مسلط شده بر اون. و اینجا توی کیفرخواست علیه سرمایه‌داری که در پیشنویس برنامه جدید اومده، به نظر من به این نکات، این نکات همه همه خیلی خوب برخورد شده و خیلی خوب مورد نقد و بحث و بررسی قرار گرفته، چرا که به حساب خیلی الان با همونطور که رفقا اشاره کردن، برنامه 30 سال پیش، سرمایه داری 30 سال پیش خیلی تغییرات کرده، تغییرات بسیاری به وجود اومده که لازم هست که و باید این تغییراتی که در سرمایه داری و حتی در طبقه کارگر، در ارگانهای طبقه کارگر به وجود اومده، اینا مورد بحث و بررسی قرار بگیره و اینا در برنامه بیاد. من همین نکته رو میخواستم خیلی اشاره کنم. در ارتباط با این مسئله ساختار، اگر مجید و دارا بگی توضیحی دارید در خدمتون. اون چه که در مسئله ساختار تشکیلاتی مطرح است، یک اصل رو نباید در نظر نادیده گرفت. این اصل تغییره، یعنی ما پس از اینکه شماری از رفقای ما از ما جدا شدن و یک سازمان دوشقه شد، ما در درجه اول اومدیم روی اساسنامه سازمان کار کردیم. در جنبش کمونیستی ایران اصل سنترالیسم دموکراتیک یک اصل مقدسی بوده، اما این اصل سنترالیسم دموکراتیک یک نقطه ضعف داره. سنترالیسم دموکراتیک لنینی، این نقطه ضعف این است که یک فردی که با یک عمل مخالفه، فرض کنید در درون سازمان ها سرکوب بود، سازمان یک نظری،
تک بودی، یک فردی، یک رفیقی یا چند رفیقی با این تصمیم مخالف بودن، میبایستی اطاعت میکردن. یعنی کسی که به یک مصوبه رأی نمیداد، 100% باش مخالف بود، میبایستی اجرا میکرد. ما اومدیم در اصلاح اساسنامه سازمان گفتیم نظر فردی، وجدان آزاد فرد قابل احترامه. اگر رفیقی یا رفقایی با یک عمل مخالفن، نباید اونها را به اجبار به اون کار واداشت. و در واقع ما اصل سنترالیزم دموکراتیک را دموکراتیزه کردیم. این دموکراتیزش به مسائل انسانی برمیگرده. مسائل انسانی بسیار برجسته‌تر از هر اصل دیگری است. خب ما اومدیم امثال برخورد کردیم به اصلاح سبک کار. اصلاح سبک کار یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک سازمان چند نظری هستیم. یک بار دیگر ما بر این چند نظری تاکید کردیم. ما تلاشمون این است که شیوه های دموکراتیک، اهرم های دموکراتیک را در تشکیلات به کار ببریم، در مناسبات فرد با جمع، در مناسبات ارگان های کوچیک، ارگان های پایین با ارگان های بالاتر و همه جور با کمیته مرکزی. اما در این حال یک چیز را نباید فراموش کرد، انضباط تشکیلاتی برقراره. یعنی چی؟ یعنی کنگره به مثابه عالی ترین ارگان سازمان حق داره مجاز هر تصمیمی بگیره. اکثریت شرکت کنندگان در یک کنگره، ما همیشه برای کنگره، در کنگره بر روی همه رفقای عضو و همه رفقایی که هوادارن، نزدیکن، به هر دلیلی نمیخوان عضو بشن باز بوده. به هیچ وجه ممنوعیتی در ورود رفقای هوادار سازمان و رفقای سازمانی نبوده، هیچ اجباری هم برای شرکت کردن نبوده. اما تصمیم اکثریت کنگره ملاک سازمانی است. کنگره ما به عنوان عالی ترین مرجع سازمان، بالاتر از حتی مجامع عمومی، حتی کمیته مرکزی و هیئت نظارت، کمیته ها بایستی وظایف خودشون را به روشنی انجام بدن. اصلاح سبک کار ما این بود، یک بار دیگر تأکید بر چند صدایی. نمیخوایم سازمان یک صدایی باشیم، میخوایم همه گرایش های نظری در هر بخشی از اجرائیات تا مصوبات منعکس بشه. در این حال نمیخوایم هیچ نظری سرکوب بشه، یعنی شیوه کاملا دموکراتیک به اجرا و کاربرد اهرم‌های دموکراتیک. اصل انتخابی بودن، اصل داوطلب بودن. هیچ کس را به اجبار به یک کاری وادار نمی‌کنیم، هیچ کس را برخلاف میل خودش به یک کاری وادار نمی‌کنیم. عضویت در ارگان‌ها از کمیته مرکزی تا پایین تا شرکت در کنگره آزاده. کسی شرکت نکنه مؤاخذه نمی‌کنیم، چرا نیومدی کنگره، دوست داشت میاد، دوست نشد. خب اما بر یک چیز تاکید کردیم، کمیته مرکزی وقتی که تشکیل شده، این کمیته مرکزی بایستی یک چتر پوششی باشه به همه ارگان‌ها یه سازمان، کمیسیون‌های سازمان، نهادهای سازمان. اینها در فاصله مجمع عمومی، در فاصله کنگره موظف هستند اون دستورات کمیته مرکزی را به پیش ببرند. اگر دستور کمیته مرکزی، هژمونی کمیته مرکزی باب میل رفیقی یا ارگانی نبود، میتونه از طریق هیئت نظارت یا از طریق مجامع عمومی شکایتش رو مطرح کنه. ما برای تشکیل مجامع عمومی با توجه به بهره برداری از نشست های فانتزی و رسانه های جمعی هیچ محدودیت زمانی و ممنوعیت نداریم، در کمترین زمان میتونیم باشیم. در اصلاح سبک کار همینجور که گفتم تاکید بر دو است: یک، کاربرد شیوه های تاکنونی، دو، تاکید بر اقتدار سازمانی. یعنی وقتی که کمیته مرکزی دستوری را به ارگان پایین تر میده، این ارگان موظفه که اجرا کنه.
اون مسائلی که گفتم جداست، اونها مانع از اقتدار نمیشه. خط سازمانی خط اکثریت سازمانه، این خط اکثریت بایستی پیش بره. رفقایی که نظرشون در اقلیته میتونن نظرشون را تبلیغ کنن، نظرشون را ترویج کنن، چه در درون سازمان چه در بیرون سازمان از رسانتم. اما در مناسبت سازمان ما با دیگر سازمان ها، با تبلیغ و ترویج سازمانی، با موضع گیری، نظر اکثریت سازمان نظر رسمی سازمانه. این نظر رسمی سازمان در کنگره تعیین میشه، در مجامع عمومی تعیین میشه، از طریق کمیته مرکزی تایید میشه. حتما منم میکردم. منم میخواستم تاکید کنم بر صحبت‌های رفیق مجید و بگم که در واقع تغییر خاصی در اساسنامه سازمان به وجود نیومده، بلکه این بحثی که صورت گرفت بیشتر تأکیدیه بر همون اهرم‌هایی که ما داریم، بر دموکراسی درون تشکیلاتی، بر اساسنامه تشکیلات، بر پیشبرد اساسنامه و اساسنامه و پیشبرد دموکراسی درون تشکیلاتی. یعنی بیشتر این بحث بر تأکید بیشتر و ویژه بر این اهرم‌ها بود و همونطور هم که رفقا اشاره کردن، ما یک سازمان، تأکید بر این که ما یک سازمان چندگرایشی هستیم و ولی این باعث نمیشه که ما دارای یک خط مشی به حساب اکثریت، مثلا خطی که اکثریت سازمان در مجامع عمومی اونه مورد بحث و بررسی قرار میده و تأکید میکنن، در واقع اون خط رسمی سازمان میشه. علاوه بر این که تأکید بر این نکته هم هست که علاوه بر این که ما یک سازمان چند گرایشی هستیم، ولی سازمان چند تاکتیکی نیستیم. من میخواستم همین به تأکید بکنم. بسیار عالی، خیلی ممنون. به هر حال من برداشتم اینه که در مجموع این چنین میشه خلاصه کرد که یعنی سیاست رسمی سازمان نظر اکثریت سازمانی رو تشکیل میده، در این اینکه اقلیت حق حقوق خودش رو برای تبلیغ و ترویج نظراتش داره و شاید هم در یک زمانی هر اقلیتی در یک مقطعی به اکثریت هم تبدیل بشه. و اینکه این چنین برداشتم هست که از گفته های شما که سیاست سازمان در سه حوزه میشه گفت که تعیین میشه، در از سه کانال، یعنی یکی کنگره سازمانی شماست، یکی مجامع عمومی پالتاکی شما بود، یکی هم مثل اینکه رفراندوم و اینا. خب بسیار خوب، در رابطه با احیانا قطعنامه چیزی هم در این کنگره به مصوب شد یا تایید شد که قطعنامه صادر بشه، اگر چنین است در چه مواردی یا در چه موردی؟ هر کدوم از رفقا که رفیق مجید بود. در دو مورد ما مصوبه داشتیم، یکی در مورد سیاست ائتلافی، یکی در مورد اصلاح سبک کار. در اصلاح سبک کار و در مورد دیگر ما مصوبه داشتیم، یک قطعنامه پیشنهاد شد. این قطعنامه کنگره به مناسبت دهه خونین 60 و 30 سال کشتار زندانیان سیاسی که بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی و شاید یکی از نوادر جنایت‌های تاریخ بشریت، که زندانیانی که سالها در زندان بودند، زندان را کشیدند، یک بار محاکمه شدند، برای بار دیگر در واقع اینها را تفتیش عقاید کردند و هر کس بر موضعش پایداری کرد کشتند. در این مورد قطعنامه صادر شده به تایید کنگره، اما در دو مورد دیگر مصوبه صادر شده. مصوبه ای که صادر شد، یکی در مورد اصلاح سبک کار بود که من به مواردش اشاره کردم، یکی هم در مورد سیاست ائتلافی بود. ما در طی 30 سال گذشته، قبل از اینکه اون رفقا از ما داشتن، سیاست اصلیمون این بوده اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم. در این اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم ما دیگه نپرسیدیم کی سوسیالیست دموکراتیکه، کی ماویسته، کی استالینیسته، کی لنینیسته. ما گفتیم هر کس میخواد
سوسیالیسم را جایگزین سرمایه داری کنه. با هر برداشتی که امروز از سوسیالیسم داره، ما دست اتحاد، دوستی و رفاقت میدیم. ما تلاش کردیم این سیاست را پیش ببریم، اگرچه در مواردی به بن‌بست کشیده شده، اما در طی مدتی که رفقای هیئت اجرایی از ما جدا شدن، ما در دو نوبت تلاش گسترده‌ای را بمون دادیم که یکیش همچنان جاری است، یک موردش به باور من به سبب کارشکنی رفقای هیئت اجرایی که خود ما پافشاری میکردیم حتما در جمع نیروهای انقلابی و کمونیست باشه، آسیب پذیرفت. سیاست ما این بود که سازمانها و نهادهای چپ و مجامع چپ، کمونیست و سوسیالیست را که خواهان موارد مشخص سرنگونی جمهوری اسلامی، سرنگونی سرمایه‌داری، جایگزینی سرمایه‌داری با سوسیالیسم و مواردی از این دست، جدایی دین از دولت، برابر حقوقی زن و مرد، حذف قوانین دینی از چارچوب قوانین کشوری، در این موارد بسیار ساده چارچوبی برای اتحاد چپ فراهم شده بود که متاسفانه اون رفقا با کارشکنی خودشان ممتن. اما در کنگره به این سیاست تاکنونی رفقای روابط خارجی مورد تایید زد، به اتفاق آرا تایید کرد این سیاست سیاست درستی بوده، این سیاست بایستی کماکان ادامه پیدا کنه. ما در پیوند با سازمان‌ها، گروه‌ها و جریان‌هایی که خود را کمونیست و سوسیالیست می‌دونن و برای برقراری جامعه سوسیالیستی دفاع می‌کنن، تلاش کنیم آلترناتیو سوسیالیستی را در برابر آلترناتیوهای موجود برقرار کنیم. از قدیم می‌گفتن یک دست بیست دست. چپ ما متفرقه، فرقه شده. باید تلاش کرد از این تفرقه اتحاد ساخت. امروز در جنبش ما مدعیان در واقع بدیل حکومتی یا ائتلاف حکومتی وجود داره. چپ به اعتبار کمیت کسر نمیاره. چرا؟ به خاطری که چپ صدای زحمت کشانه، صدای ستم دیدگانه، صدای در واقع تحت ستم هاست، خلقای تحت ستم، صدای زنانه، زنانی که با چنگ و دندان از حقوق دفاع میکنن. اینها مدافع پرشورتر و پایدارتر از چپ ندارن و اینها نیروی مبارزی هستن، در صحنه هستن. اما این نیروی مبارز به نیروی هیچ سازمانی به تنهایی نیست. این نیروها از کارگر و آموزگار و پرستار و پزشک تا کارمندان اداری، تا روشنفکران، تا بیکاران، تا دهقانان، تا دانشجویان و دانش آموزان، همه اینها مشتاق هستند آلترناتیو چپ به شیوه دموکراتیک شکل بگیره، اینها بدونن که چگونه پیش میرن. و به این ترتیب سیاست ائتلافی تاکنونی ما که تلاشی برای این اتحاد است مورد تایید قرار گرفت. این به معنای این نیست که 100% موفق میشه، اما یک را بیشتر وجود نداره. ما یا بایستی با هم متحد بشیم یا بدون هیچ گونه اما و اگری و تعارفی محکوم به فنا هستیم. اگر بخواهیم در تحولاتی که در جامعه در شدن هست، همکنون گزارش هایی که منتشر شده در سند سیاسی ما هم رفیق نسرین بیان کرد، نشانه این است که جامعه آبستن حوادثه. برای پاسخ دادن به این حوادثی که از بطن جامعه آبستن میاد، ما احتیاج به اتحاد داریم. این اتحاد راه دیگری نداره جز این که ما پی دشواری ها را به تن بمالیم و به سهم خودمون
با تمام توان کوشش کنیم. در این مورد مصوبه‌ای در 4 بند به تصویب جمع رسید که سیاست تاکنونی درست بوده، به سیاست تاکنونی ادامه خواهیم داد. تلاش جدیدی که صورت گرفته بدون حضور رفقای هیئت اجرایی که الان میخواییم پیش ببریم در حال شدن هست. تلاش شده که از طریق در واقع همکاری رسانه‌ای، همکاری میزگردها، صدور بیانیه‌های به موقع، این چارچوباش آغاز شده، در مواردی انجام شده، مواردی در حال شدن است. این به تایید کنگره رسید و در واقع ما میتونیم بگیم که کنگره سازمانی به این سیاست تاکنونی و ادامه این سیاست مهر تایید زده است. خیلی ممنونم، مرسی از این که تو این زمینه هم اشاره‌ای داشتید. واقعیت هم اینه که سازمان شما، سازمان راهکارگر، جزء پیشخرابولان به اصطلاح این بوده که همکاری و همگامی رو همیشه مد نظر خودش قرار داده بر اساس همون سیاستی که شما اشاره کردید و طبیعتاً زمین اتحاد عملهایی که در گذشته داشته و همچنان که الان هم اشاره کردید جاری هست، از جمله موردی که مثل این که با چندین جریان هست که مواردیش هم این ور اون ور ما از طریق سایت ها مطلع شدیم، به هر حال براشون موفقیت آرزو میکنیم. امیدواریم که با نگاه مثبت‌تر، با سرمشق گرفتن از اشتباهات و اشکالات گذشته و با انتخاب درست در کنار هم دیگر بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند. احیانا اگر در ارتباط با برگزاری کنگره مسائلی که اونجا مطرح بوده موردی هست که یا سوال نشده یا بهش اشاره نشده، من از شما عزیزان خواهش میکنم بهش اشاره مجددی داشته باشه، اگر نه که موردی هست. نه، من تقریبا رفیق مجید کل این موارد اشاره کرد و به خصوص اشارم کرد بر همون قطعنامه‌ای که در واقع مصوبه، نه قطعنامه، مصوبه‌ای که برای ساختار، تجدید ساختار اشاره کرد که تایید شده بر چنگرایشی بودن سازمان، تایید شده بر استفاده از همه اهرم‌های تشکیلاتی سازمان برای تصمیم گیری و در واقع چند گرایشی که اونم اشاره کردم. همین، یعنی این به حساب بیشتر یک تجدید یا تأکیدی بوده. آره، نکته پایانی که عرض کنم، نکته‌ای که گفته نشد، انتخاب کمیته مرکزی بود که در پایان برنامه داوطلبان کمیته مرکزی از طرف کنگره مورد تایید قرار گرفت که طی یک سال آینده مصوبات این کنگره را پیش ببرند. نکته ای را که تاکید کنم، سیاست ائتلافی ما همیشه دو ریل داشته. یک ریلش تلاش بوده برای پیشبرد امر سوسیالیسم، بخشش پیشبرد امر دموکراتیک. ما در همه شهرها، یک کشورهای خارج از ایران که نیرو داشتیم، در همه اکسیون‌ها و فعالیت‌هایی که چه در پشتیبانی از مبارزات کارگری، مبارزات دموکراتیک مردم، در واقع سرکوب خشن جمهوری اسلامی، مخالفت با اعدام، مخالفت با سرکوب زنان، ما در واقع ریل دموکراتیک را هرگز کنار نذاشتیم. امروز هم همچنان این دوتا ریل به موازات هم پیش میرن، یعنی هیچ مانعی برای همکاری با هیچ جریانی و گروهی در امری که به مبارزات مردم ایران در داخل و خارج از کشور میذاره ما وجود نداره. تلاش برای اتحاد سوسیالیستی، تلاش برای
پیشبرد امر سوسیالیسم به معنای این نیست که ما فقط در این ریل حرکت میکنیم، نه، ما به شکل همه جانبه تلاش میکنیم همه نیروهای دموکرات و انقلابی را در همه مواضع به سهم خودمون پشتیبانی کنیم، در همه فعالیت ها به سهم خودمون مشارکت کنیم، منتها به سهم خودمون یعنی در حد توانمون و در حد انرژیمون و در حد امکاناتمون. با سپاس فراوان از شما که این مصاحبه را تشکیل دادید. اگر نکته‌ای دارید با کمال میل حاضریم پاسخ بدیم، مگر نتازم. خب من تشکر میکنم از شما دو رفیق عزیز نسرین ابراهیمی و مجید دارابگی که این وقت رو در اختیار بینندگان عزیز ما قرار دادید و این باعث این شد که اطلاعاتی رو در رابطه با برگزاری کنگره شما داشته باشید. من ضمن آرزوی نتیجه بخش بودن مسببات و تصمیمات سازمان شما در کنگرتون و هرچه بیشتر در راستای جنبش براندازی و آزادی خواهی و سوسیالیسم باشه از بینندگان عزیزمون تشکر میکنم که تا این لحظه توجه کردن به برنامه و براشون آرزوی شادی و سلامتی رو دارم. درنگ میکنیم بر مبارزات اخیر کارگران و تلاشهایی برای برپایی تشکلهای واقعیشون در شرایط بحران اقتصادی و فلاکت و فقر و ورشکستگی بعضی از واحدهای تولیدی و بحرانهای متعدد در جامعه. تقریبا یک هفته از تمامی بخشهای شرکت نیشکر افتپه در اعتصاب هستند و کارگران افتپه نسبت به قراردادها پایین بودن دستمزد و تأخیر در پرداخت مطالبات معترضند. علاوه بر این مطالبات، کارگران افتپه نسبت به تجزیه شرکت نیشکر افتپه نیز اعتراض دارند و اعلام کردند شورای تشکیل دادند تا بر کارفرما و اداره شرکت نظارت بکنه. بروزت خباس، درود بر تو. سلام سعید. بروزت تو این دور جدید اعتراضات کارگری رو چطور می‌بینی؟ ما تا همین چند وقت پیش بحث این رو می‌کردیم در چند سال اخیر شاهد تحرکات کیفی مبارزات توده‌ای کارگری بودیم، مثل اشاره می‌کردیم به تقابل کارگران با خصوصی سازی هایی که توی بافق و یزد و معدن البرز شرقی و غیر روی داده و چادر ملو و اینا، و یا موارد دیگه همچون اعتصاب بر سر این که نمایندگانشون رو دستگیر و محاکمه میکنن. اما این بار این از این بسیار فراتر رفته. ما بخوایم بدون این که بخوایم این قضایا رو کوچیک و یا بزرگش بکنیم تا یک جای واقعی وایستیم، من بارها بر این مدت از خودم سوال کردم آیا این صحبتهایی که در مورد شورا میشه این برایند نظر کارگران و پایه اجتماعی در اون کارخونه نه جای دیگه داره، یا اینکه نه نظر اون فرد مشخصیه که به عنوان نماینده میاد سخنرانی میکنه. به نظر میرسه، البته خب ما پرسیدیم از جای مختلف، به نظر میرسه که این پایه اجتماعی حداقل در اون مواردی که گفته شده داره. ما مثلا شورای هماهنگی کارگران و کارکنان ابنیه خدمات و نگهداری فنی راهن، اونا شورای هماهنگی تشکیل دادن. یکی از خواستهاش مهمشون خواست تشکل مستقله. خواست دیگه شون این که آزادی بیان، آزادی تجمعات داشته باشن و نباید تعدی بشه به کارگران در حین تجمعاتشون، باید امنیت کارگران حفظ بشه در موقع تظاهراتشون.
و خب شما فولاد اهواز رو میبینی که اینها مجامع عمومی، میدونی که گروه ملی فولاد اهواز شامل 4 تا کارخونه میشه، این شامل 4000 تا کارگر رو شامل میشه. اینها مجامع عمومی میگیرن، بخش کردن در گروه های مختلف، مجامع عمومی تصمیم میگیرن که امروز بیان فراخانی که دیروز دادن برای همین امروز شنبه ما میایم یک تظاهرات تاریخی خواهیم داشت، از کارمندان و کارگران، سرپرستان و همه دعوت کردن در این تظاهرات شرکت کنن، راهپیمایی از کارخونه تا استانداری اهواز. اینها چیزاییه که خب ایمیسم آل مهدی گفته که بحث شورا و گفته که ما ضرورت داره، یا همچنین اسرائیل بخشی نماینده کارگران در هفته به همین مسئله رو چیز کرده. به نظر من یه مقدار ما داریم وارد دوران جدیدی از جنبش کارگری داریم میشیم. این هم خیلی اهمیت داره که به هر حال تجربه های گذشته یک حلقه مفقوده‌ای بوده، مثلا شوراها در انقلاب 57 هم ایجاد شدن، منتها اینکه خود این ایده مطرح بشه و اینکه حرف کارگران چیه به شکل اثباتی و ایجابی بگن که پای یعنی این ایده داره فراگیر میشه، به نظرم میاد تو تاکید میکنی در بخشهای مختلف، یعنی هم جنبش کارگری هم حتی جای دیگه، تشکل مستقل، یعنی تشکلهای رژیم رو قبول ندارن، چون جمهوری اسلامی هم یاد طولانی داره در این مورد که مصادره بکنه هر چیزی رو اینا کل تشکلهای مستقل، یعنی سندیکای شرکت واحد هست و الان هم به این واکنش نشون داده. مثلا خبر بود که یک توطئه را انداختن، پروژه سندیکا سازی را انداختن در مقابل شرکت واحد، یا مثلا خبرهای کذبی که مطرح میکنن، فعالان خوشنام طبقه کارگر رو سعی میکنن که اونجوری خط بکشن روشون، بدنام بکنن. خب اینا، یا مثلا دیدار رضا شاهی با وزیر کار که همچین چیزی اساسا وجود نداشته. طرح اثباتی و ایجابی این شوراها و تشکل‌های مستقل، خب اون جایی است که میتونه اون حلقه‌های مفقوده تجربیات گذشته رو پر بکنه، یعنی حرف خودشون رو بزنن، آلترناتیو خودشون رو مطرح بکنن. دقیقا. این امروز ما یه گزارشی رو میشنویم در ارتباط با همین بحثا، اول صحبت های اسماعیل بخشی هست، بعد آقای میثم آل مهدی صحبت میکنه از گروه ملی فولاد اهواز، و بعد تظاهرات کارخانجات مختلف رو کارگران رو در این گزارش جمع شده. اعتراضایی هم بود در راهن. بله راهن، همون که گفتم شورای هماهنگی اونا تشکیل دادن. این شورای هماهنگی خوبه بگم سعید سراسریه و نزدیک 13 شهر و استان رو در بر میگیره. فراخانی که دادن این اعتصاب در همه این استان ها بود با هماهنگی همین شورا. موضوع آخرم که دیگه آقا اتمام حجت با حضرات کارفرما. خیلی ها میپرسن خب آقایون نماینده نتیجه چی و فلان و اینا، به هر حال چطور کنیم اعتصاب روز پنجم به کجا میخواد برسه؟ ببینید عزیزان، ما تو کانال نمایندگی نمایندگان اعلام کردیم شما موفق شدید در یک انتخابات آزاد، شورای آزاد و مستقل رو برگزینید و توی اعتصابات همه جا هم اثبات کردن با اتونن. توجه کردی دورمون نگاه کنید، بچه های نماینده تنهاتون نذارن. ما آماده گفتگوییم، موارد اعتراض و گفتگومون رو توی کانال نمایندگی در 12 مورد نوشتیم. هر چیزی که به ذهن شما میرسه و ما و بهش اعتراض دارید ما نوشتیم و ما آماده گفتگو نمایندگان و شوراهای مستقل کارگری آماده گفتگو درباره این موارد هستن. کارگری بس اهرم اقتصادی کسی نیستیم، یعنی هیچ سرمایه گذاری نمیتونه بیاد ما رو اهرم قرار بگیره برای اینکه اقتصادش بهتر بشه. ما کارگریم، ما خود چرخه صنعتیم، یعنی ما قدرت خودمونو میدونیم،
ما باید به صراحت اینو به شما بگم در حد نظره و دوست دارم انشاءالله توجه شما هم قرار بگیره، ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم، چون اینا الان دقیقا شما این چهار ساله یه سری اشخاصی میان نماینده اون سرمایه گذارن میان برای ما یه سری دروغ میگن با اینکه ما هیچ پشت پرده خبری ازش نداریم. باید یک نظارت کارگری باشه، باید یک شورای مستقل کارگری ایجاد بشه. اگر بخوایم اینطور ادامه پیدا کنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، بازم همون فیلمای سابقه، کسی میاد مثل اشخاصی که اومدن اینجا اون روز توی دفتر اومد قشنگ توی تالار اومد یه سری دروغ به ما گفت رفت، این دروغ هم سابقا به ما گفتن، ولی نظارت مستقیم از کارگر نیست. یعنی اختلاسگرا از یه طبقه دیگر، از طبقه کارگر باید همیشه دو سری خور باشه. ولی اینا باید بدونن که ما قدرتیم، ما اهرم اقتصادی نیستیم، ما خود اقتصادیم. زلن نمیپذیرد، کارگر میمیرد، 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 زلن نمیپذیرد. این صحبت هایی که آدم گوش میکنه هم بیم امید به سر میبریم ما الان، یعنی این رو باید گفت. چرا بیم امید؟ بی همش امیده. آخه بیم امید به بیمش برای اینه که باید آسیب شناسی بشه. یعنی اون اسماعیل بخشی که اونجا صحبت میکنه شنیده ها که از اینه که کلی اختلافات در درون اون هفت‌تپه هستش. یعنی خود فعالینی که قبلا توی هفت‌تپه هیئت مدیره اونجا بودن آدم مدیریت شدن اونجا. سعید دو نفرشون حداقلش اینا ما دیگه شناخته شده هستن. خود کارفرما ترفندهای مختلفی برای تطمیع همین نمایندگان به عمل در میاره و من فکر بکنم این قضیه چیزی نیست که بخوام به راحتی ازش بگذاریم. یعنی خب بورژوازی ایران که بیکار نمیشینه که کارگرها بیان شوراشون رو درست کنن ده. اونم ترفند خودش رو داره که چه کار کنیم. الان همین تخریبی که بچه های سندیکار واحد رو دارن انجام میدن، این در واقع یک اتاق فکر دارن این کار رو دارن میکنن دیگه. آقای ترابیان که قبلا هیئت جزء هیئت مدیره بوده الان خودش هدایت میکنه از طرف خود رژیم تخریب شرکت واحد رو. آقا یه نامه کذایی به یکی از این فعالین سابق هفت‌تپه نوشتن که داداش رضا تو میدونی که رضا شهابی اینا رفتن تا صبح با وزیر و اینا. آقا این خب بعد این فعالین رو هم باید خیلی هوشیار باشن، باید بگن که آقا این گذاشتی سند به ارائه بده. آخه اینطوری که نمیشه تو روز روشن به مردم اتهام بزنی. این تخریب ها به شکل وسیع توی شرکت واحد همین امروز ادامه داره. برید یک جنبندی اگر بخوای بکنی از مبارزات اخیر و به خصوص این خواسته تشکل های مستقل. جنبندی من اینه که به نظر میرسه من توی جایی نوشتم صدای پای شوراهای کارگری به گوش میرسه. این نرم نرمک داره به گوش میرسه سعید. برای چی؟ برای اینکه کارگرها به این نتیجه رسیدن که مطالباتشون رو از طریق متشکل شدن پیش ببرن بهتره، در شرایطی که خود شورای اسلامی کار دیگه اصلا زده کنار. اونا میدونن که دیگه موقعیتی ندارن در بین کارگرها.